سرخط مهمترین خبرها. خبر زیر دست امشب که تازه به دست ما رسید، حتما تماشا کنید. دو خبر تکان دهنده دیگر که شنیدنش دل و گرده می خواهد. پنج درگیری و سوء قصد به جان یک دیگر در دو هفته. فرمانده امنی طالبان در یکاولنگ بامیان در درگیری درون گروهی زخمی شد. طالبان به یک دختر جوان در تخار 4 گلوله شلیک کردند. و غصب ملکیت های شخصی توسط ولسوال طالبان در پنجشیر. سلام دوستان، به یک گزارش ویژه ما خوش آمدید. تقاضا میکنیم تا آخر این ویدیو با ما باشید. پنج درگیری و سوء قصد به جان یک دیگر در دو هفته. گزارش از خبرگزاری صدای افغانستان. در ماهای اخیر میان طالبان پشتون با تاجیک، ازبک و هزاره در ولایت های شمالی کشور به هم خورده و با یک دیگر وارد جنگ های مسلحانه شده اند که شمار از افرادشان در این درگیری ها کشته، زخمی و زندانی شده اند. در دو هفته اخیر طالبان پشتون تبار با طالبان تاجیک و ازبک تبار در ولایت تخار 4 بار با هم درگیر شدند و یک مورد هم از سوی قصد به جان یک فرمانده ازبک تبار طالبان توسط طالبان پشتون تبار گزارش شد. نخستین حمله دو هفته اخیر در شهرستان خواجه بهاءالدین در حوزه ماروی کوکچه ولایت تخار میان طالبان ازبک و پشتون تبار رخ داد. این درگیری به تاریخ 20 سرطان از روزهای عید قربان در میان بازار این شهرستان رخ داد که ضمن کشته شدن 4 تن از نیروهای طالبان پشتون تبار، یک باشنده این شهرستان نیز کشته شد. درگیری میان یک فرمانده طالبان به نام عادل و طالبان پشتون تبار بود که با پادرمیانی ولسوال و فرمانده طالبان برای شهرستان خواجه بهاءالدین و بازداشت پسر عادل توسط استخبارات طالبان پایان یافت. دومین درگیری میان طالبان پشتون و تاجک تبار در شهرستان گلفگان ولایت تخار رخ داد. بر اساس گزارش های رسیده از محل، مولوی عزیز یک فرمانده طالبان به دلیل اختلافات داخلیشان پرچم سیرنگ افغانستان را در روستای گستان برافراش که منجر به درگیری و بازداشت این فرمانده طالبان شد. در یک مورد دیگر به تاریخ 26 سرطان انفجار بزرگ در مقابل خانه یک فرمانده ازبک تبار گروه طالبان در شهرستان بهارک ولایت تخار رخ داد که 6 تن از نیروهای طالبان ازبک در این رویداد کشته و زخمی شدند. منابع به خبرگزاری صدای افغانستان تایید میکنند که طالبان پشتون تبار به منظور کشتن یک فرمانده ازبکی این گروه مقابل خانه او ماین‌جاسازی کردند که هدف در این رویداد زخمی شد. فرمانده امنی طالبان در یکاولنگ بامیان در درگیری درون گروهی زخمی شد. منابع محلی در ولسوالی یکاولنگ نمبر 2 بامیان بر روزنامه 8 صبح تایید میکنند که محافظان ولسوال با فرمانده امنی طالبان در این ولسوالی با هم درگیر شدند. در این درگیری که روز دوشنبه 3 حسد رخ داده است، دو طرف وسوی همدیگر تیراندازی کردند که در این میان سعید جاوید فرمانده امنی طالبان در ولسوالی نمبر 2 از نای شکم شدیداً زخمی شده است. بر اساس معلومات یک منبع که نخواست نامش برده شود، سعید جاوید در تیراندازی محافظان ولسوال ملکی طالبان در این ولسوالی از نایه شکم زخمی شده و برای درمان به شفاخانه ولایتی بامیان منتقل شده است. در همین حال یک منبع شفاخانه ولایتی بامیان نیز ضمن تایید این خبر اما میگوید از آن جایی که زخم وای شدید است، وای برای درمان به شفاخانه های کابل راجع شده است. مسئولان محلی طالبان در ولایت بامیان تا اکنون درباره این درگیری و زخمی شدن این فرماندهشان چیزی نگفتند. گفتنی است که پیش از این نیز فرماندهان و نیروهای طالبان چندین بار در بامیان با هم درگیری مسلحانه داشتند. طالبان به یک دختر جوان در تخار 4 گلوله شلیک کردند.
منابع محلی میگویند که نیروهای طالبان در شهرستان طالقان، مرکز ولایت تخار، به یک دختر جوان 4 گلوله شلیک کرده اند. منابع محلی روز سه‌شنبه 4 اسد به خبرگزاری صدای افغانستان میگویند که نیروهای طالبان در یک ایست بازرسی در شهر طالقان مرکز ولایت تخار به دختر جوان 4 گلوله شلیک کرده و او را راهی بیمارستان کردند. به گفته این منابع، این رویداد حوالی ساعت 11 پیش از چاشت امروز در جاده شرکت در 1 کیلومتری دفتر والی طالبان در تخار رخ داده است. منابع می افزایند که این دختر 22 ساله ریتا نام دارد و هنوز انگیزه تیرباران شدنش از سوی طالبان به درستی روشن نیست. و گفته یک منبع دیگر از شفاخانه مرکزی تخار، گلوله ها پس از یک عملیات پیچیده از بدن این دختر جوان کشیده شده است، اما خطر جدی هنوز او را تهدید می کند. عبدالمبین صافی، سخنگوی فرماندهی امنی طالبان در تخار، اوقوع این رویداد را تایید می کند، اما می افزاید که نیروهای آنان به یک مجرم فراری شلیک کردند که به این دختر جوان برخورد کرده است. غصب ملکیت های شخصی توسط ولسوال طالبان در پنجشیر. شیر محمد همایون، ولسوال طالبان برای شهرستان عنابی ولایت پنجشیر، 3 خبازی شخصی باشندگانی شهرستان را به زور غصب کرده است. منابع معتبر روز دوشنبه 4 اسد به خبرگزاری صدای افغانستان می گویند ولسوال طالبان برای عنابه 3 خبازی یعنی نانویی را در ساحات مختلف این شهرستان بدون رضایت مالکانشان و به زور تصاحب کرده است. منابع می افزایند این خبازی ها در ساحات دشتک، بازار عنابه و روستای قلعه در شهرستان توسط ولسوال طالبان برای شهرستان عنابه غصب شده است. با گفته این منابع، ولسوال طالبان در این خبازی ها افراد مربوط به خود را کارگر و نانوا تعیین کرده و کمک های بشر دوستانه به خصوص آرد را نیز به این 3 خبازی انتقال می دهد. گفته می شود مالکان این خبازی ها به دلیل ناامنی و آزار و اذیت از سوی جنگجویان طالبان پنجشیر را ترک کردند. دو خبر تکان دهنده که شنیدنش دل و گرده می خواهد. طالبان دریای هیرمند را به ایران و واخان بدخشان را به پاکستان فروختند. همچنان خبر زیر دست امشب که تازه به دست ما رسید. یونما، جهان با طالبان کنار نمی آید. سقوط حکومت طالبان را توسط جنگ سالاران پیش بینی می کنیم. سپاس که تا این دب با ما بودید. برای ویدیوهای بیشتر چینل را سابسکرایب و ویدیو را لایک کنید.